وقتی با خانوادهش از ایران به بریتانیا آمد، او 5 سال بیشتر نداشت. در نوجوانی به مسائل سیاسی علاقمند شد و در دوره دبیرستان به یک فعال سیاسی بدل شد. او امروز نامزد حزب کارگر، یکی از 2 حزب اصلی بریتانیا برای مجلس کشور است. ولی علی میلانی مثل هر نامزد دیگر این حزب نیست. او از حوزه انتخاباتی بوریس جانسون، وزیر خارجه و شهردار سابق لندن خود را نامزد کرده. کسی که همین الان از او به عنوان جانشین نخست وزیر کنونی بریتانیا نام برده می شود. چرا فکر می کند می تواند سیاستمدار پرسابقه ای مثل بوریس جانسون را از میدان به در کند؟ آقای علی میلانی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. سپاسگزارم که من رو دعوت کردید. چرا فکر میکنید در انتخابات آینده در مقابل فردی مثل بوریس جانسون که یکی از غول‌های عرصه سیاست در انگلستان پیروز میشید؟ خب به نظر من اگه به دنیای غرب و مخصوصا حکومت‌های دموکراتیک در انگلستان و آمریکا نگاه کنید، متوجه حضور یه عصر جدید در سیاست میشید، هم در انگلستان و هم در کشورهایی که نظام دموکراتیک مشابهی دارند. در این کشورها شاهد موج جدیدی از سیاستمداران و کنشگران جوان، پر انرژی و با دیدگاه‌های جدید هستیم که وارد عرصه سیاست شدند. منم خودم رو داخل همون موج پیدا کردم. موجی که شاهد افرادی مثل الکساندریا اوکازیو-کورتز در آمریکا یا ایلهان عمر و خیلی‌های دیگه بوده. بنابراین وقتی موقعیتش فراهم شد که در حوزه انتخابی خودم آکسبریج و رویسلیپ جنوبی محل زندگیم نامزد بشم، احساس کردم که یک فرصت بی‌نظیر هست که بتونیم تغییرات جدی در گفتمان سیاسی انگلستان و مشخصاً در این حوزه انتخابی ایجاد کنیم. در ابتدا بوریس جانسون نقش کوچکی در شکل‌گیری تفکر من به سیاست به طور عموم داشت، ولی زمانی که لفاظی تفرق افکنانه اون رو در قالب نماینده مجلس شنیدم، بعضی حرفایی که میگفت، کارهایی که میکرد، همه منو به این فکر واداشت که باید کسی مثل خودم وارد بشه و اون رو به چالش بکشه. و کاملا منطقی بود که یک جوان، یک مسلمان مهاجر وارد بشه و فردی که پرچمدار راستگرایی افراطی، زشت و تفرق افکنانه در نظام سیاسی این کشور هست رو به مبارزه دعوت کنه، فردی که به نوعی تجسم کاملی از این راستگراییه. فکر میکنم دلیلی که میتونم رقیب بوریس جانسون بشم این هست که این رو مأموریت و هدف خودم میدونم و این مبنای پیشرفت در این کشوره، پیشرفت در دنیای غرب که در اون نیروهای جوان و پر انرژی سیاستمداران و تصمیم سازان رو با سوالات جدی روبرو کنند، امثال بوریس جانسون رو، و ما مطمئنن شکستشون میدیم. شما باید بتونید بر اکثریت 5000 نفری او فارغ بیایید. رقم خیلی بالایی نیست ولی پایین هم نیست. یعنی چندان ساده نیست. از زمانی که بوریس جانسون نماینده شده، عده طرفدارانش به شدت کم شده. اکتبر سال گذشته بود که شعبه حزب کارگر در منطقتون نامزدیتون رو برای انتخابات آینده تایید کرد. و شما هم سر راه نامزدیتون رقبای سرسختی داشتید. مثلا رئیس شاخه محلی حزب، یکی از فعالان اتحادیه کارگری و افراد از این قبیل. حزب در شما چه چیزی رو دید که در بقیه ندید؟ جواب این سوال برای منی که نامزد شدم راحت نیست. درست میگید، رقبای خیلی قدری در این کارزار بودند و معمولا حزب کارگر نامزدهای خیلی خوبی داره. افرادی رو داشتیم که از اتحادیه‌های اصناف بودند، از شعبه محلی احزاب و غیره. من خودم عضو شورای محلی و جوانترین عضو آن بودم. البته پیشتر هم 2 سال افتخار نایب رئیسی اتحادیه ملی دانشجویان کشور رو داشتم. به هر حال فکر می‌کنم چیزی که اونا در من دیدن یه نوع ایده تحول بود و وارد شدن به دوره‌ای تازه. بعضی از مسائل محلی و داخلی در اون حوزه انتخابیه خیلی خیلی مهمند. در این حال وقتی به نظام سیاسی بریتانیا نگاه میکنید، پر از امثال نایجل فاراج و بوریس جانسون هایی که چشماندازی که برای دنیا در نظر دارند بسیار ترامپ گونه است. در واقع خیلی از حرفایی که بوریس جانسون میزنه و سیاست هایی که ازشون دفاع میکنه دقیقاً مغایر خواست مردمه. مردم دنبال راهی هستن که دقیقاً همون تفکر و سیاست ها رو کنار بگذارن. بنابراین من فکر میکنم من هم نماد این تغییرات بودم، یک نیروی جوان از قشر مهاجر با اعتقادی راسخ به محاسن تغییر در اون نوع تفکر. باشه، ولی فکر نمی کنید که ایجاد این تحول در مسیری بیش از 2 سال تا زمان انتخابات سخت خواهد بود؟ حرف شما در شرایط و جو امروز میتونه منطقی باشه، چون در حال حاضر جریان به سود افرادی مثل شما و علیه اشخاصی مثل بوریس جانسونه، ولی تا اون زمان، یعنی سال 2022 میلادی، احتمالاً مسئله برگزیت حل شده و حزب محافظه‌کار در جایگاه بهتری قرار داره.
و حتی ممکنه تا اون موقع بوریس جانسون نخست وزیر باشه. بوریس جانسون could be prime minister. He could very well be prime minister and God help us all if that happens. But I think بله خیلی محتمله، ولی امیدوارم خدا به همه ما رحم کنه اگه قرار باشه این اتفاق بیفته. من معتقدم پیشرفت یک مسیر بیشتر نداره. ببینید مشکل فقط در مورد برگزیت یا فضای پر از اختلاف بعد از اون و یا بعضی از سیاست‌های تفرقه افکنانه بوریس جانسون نیست. این مشکلات از خیلی وقت پیش شروع شده بود. بنابراین چیزی که من ازش حرف میزنم و نمایندگیش رو میکنم لزوما مربوط به زمان حال و شرایط ویژه امروز نیست. من میگم یک شهروند محلی هستم که قرار نبود نماینده مجلس بشه. من هرگز قصد اینو نداشتم که نماینده بشم. همونطور که شما در مقدمتون گفتید، زمانی که من اومدم اینجا 5 سال بیشتر نداشتم. شاید چشم اندازی برای اینکه من زمانی عضو پارلمان بشم وجود نداشت. دیدگاه من اینه که یک شهروند عادی در این کشور بیاد و در مقابل تفکر سیاسی کسی مثل بوریس جانسون بیسته کاملا منطقی و وارده و در سال 2022 هم حتی منطقی تر و مرتبط تر هم میشه، چون سیاست و مباحث سیاسی در کشور ما توی چند سال اخیر از سال 2015 17 با شتاب زیادی متحول شده. دلیل عمدش هم اینه که این دولتی که سر کار هست به یه نخ خیلی نازک بنده و خیلی دووم نمیاره. بنابراین میدونم که یک انتخابات زودهنگام خواهیم داشت و میدونم که درش بوریس جانسون رو مغلوب میکنیم. فارغ از اینکه زمان اون انتخابات کی خواهد بود، ما در هر صورت آماده هستیم که بوریس جانسون و سیاستهاش رو به چالش بکشیم و حرکت کشور رو توی یه مسیر جدیدی بندازیم. But before and during your nominations and after ولی در زمان نامزدی شما و حتی قبل و بعد از اون شکایت و تبلیغات منفی علیه شما در جریان بود و از رهبری حزب کارگر درخواست شده بود که نامزدی شما را لغو کنه، چون ظاهرا بعضی اظهارات ضد یهودی در صفحات فضای مجازی منصوب به شما دیده شده بود. You had some comments anti-Semitic comments in your social media بله خب این بخشی از همون چیزیه که من در مورد تجربیاتم میگم و اینکه یک نامزد معمولی نیستم. شما کاملا درست میگید. من اعزام میکنم که در دوران نوجوانی اشتباهاتی داشتم. خیلی سنم پایین بود و توییت‌هایی نوشتم که خیلی نامناسب بودند و البته بدون هیچ واهمه‌ای در مورد اونها عذرخواهی کردم. ولی یه چیزی که باید تاکید کنم اینه که من در یک مدرسه حاشیه‌ای و محروم تحصیل کردم. مدرسه توی یه منطقه‌ای که بودجه مناسب دولتی بهش اختصاص داده نمی‌شد و اون سطحی از آموزش رو که امثال بوریس جانسون ازش بهره‌مند بودن نداشت. بنابراین وقتی با اون سوالات و چالش‌ها روبرو شدم، تنها راهی که پیدا کردم این بود که مسئولیت اون اظهارات رو بپذیرم، عذرخواهی کنم و پیش برم. بنابراین چیزی که دیدیم این بود که از مردم منطقه آکسبریج و همچنین بقیه مناطق کشور نامه‌ها، ایمیل‌ها و نظراتی در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردم که درشون مردم هم نظر من بودند و می‌گفتن راه رویارویی با این قبیل مسائل همون روش من بوده. یعنی قبول اشتباه، عذرخواهی، تلاش برای جبران و بازسازی اعتماد اون افرادی که ناراحت شدند. و به همین دلیل بود که من تونستم هم توی نامزد شدنم و هم در نقش نایب رئیسی اتحادیه ملی دانشجوی کشور موفق باشم. بله ما چالش‌هایی داشتیم، نه تنها در بحث درخواست منتفی شدن نامزدی من از طرف رهبری حزب کارگر، بلکه تهدیدات خشونت‌آمیز و مواردی از این دست که در سیاست ما متأسفانه رواج پیدا کرده. با این حال ما روی کارمون متمرکز هستیم. ولی در خصوص اتهام یهودی ستیزی که البته فقط مختص به شما هم نیست، در واقع گفته میشه که در کلیت حزب کارگر این مسئله نهادینه است و البته رهبری حزب این اتهام رو رد میکنه. البته میدونیم که خود حزب رسما تحقیقات داخلی در این زمینه رو شروع کرده. به هر حال خب شما عذرخواهی کردید و بعد از اون عذرخواهی هم حتی چندین بار ابراز آمادگی کردید که اگه نیازی باشه باز هم عذرخواهی کنید. شاید به دلیل اینکه خود من هم در معرض نژادپرستی قرار گرفتم. آیا الان مسئله تمام شده است؟ نه، تمام شده نیست. ببینید مسئله مبارزه با نژادپرستی به صورت تاریخی درون حزب کارگر به عنوان یک حزب ضد نژادپرستی همیشه بوده و ما هرگز تلاشمون رو برای از بین بردن نژادپرستی در جای جای جامعه متوقف نخواهیم کرد. بنابراین این ماموریت به اتمام نرسیده. من خودم افتخار این رو داشتم که با اعضای جامعه یهودیان از نزدیک همکاری کنم و اعتمادشون رو
رو دوباره به دست بیارم. اخیراً یه سفری هم به اردوگاه آشویتس در لهستان داشتم که بعضی تأثیراتی رو که یهودی ستیزی بر جامعه امروزمون داره لمس کنم. به هر حال مبارزه تموم نشده و دلیل اینکه من خودم در این زمینه خیلی فعال هستم و اینکه همیشه آماده عذرخواهی هستم اینه که من خودم از زمانی که وارد اجتماع شدم با رفتارهای نژادپرستانه روبرو بودم، با تهدیدهای خشونت‌آمیز، سوءاستفاده‌های مدام، رفتارهای ناشی از اسلام حراسی که مستقیما منو هدف قرار داده. یعنی به نظرم همه این مبارزات به هم مربوط هستند، همشون نوعی مبارزه با نژادپرستی هستند و یکی از دلایلی هم که من تصمیم گرفتم وارد نبرد انتخاباتی با بوریس جانسون بشم مربوط میشه به بخشی از اون تفکرات نژادپرستانه که داره توجیه میشه و وارد گفتمان سیاسی رسمی و رایج بریتانیا میشه. بنابراین چیزی که مهمه اینه که ما مبارزه بیوقفه با نژادپرستی رو به رسمیت بشناسیم و این یکی از چالش‌های حزب کارگره و همچنین حزب محافظه‌کار. These two struggles are very, very much interlinked and things that we should challenge head on. شما گفتید که در تلاش هستید که رابطه خوبی با جامعه یهودیان برقرار کنید. دقیقاً در این زمینه چه کارایی کردید که بتونید اون اظهار نظرهای ضد یهودی دوران نوجوانیتون رو جبران کنید؟ خیلی از اون افراد زمانی که من در پست نایب رئیسی اتحادیه ملی دانشجویان کشور بودم با خیلی از نهادهای یهودی در ارتباط بودم که فعالیت‌های خیلی خوبی با کمک دانشجویان داشتند و این تمرکز و کار تمام وقت من بوده، یعنی آموزش در مورد مبارزه با یهودی ستیزی. البته فعالیت من با این سازمان‌ها با هدف تبلیغاتی نیست. نمی‌خوام از اون برای مصاحبه استفاده کنم و بگم که با این کارا دارم جبران می‌کنم. در حال حاضر رابطه شما با جنبش کارگری یهود که در داخل حزب کارگره چطوره؟ من خیلی تعاملی نداشتم باهاشون. من در انجمن مسلمانان حزب کارگر بودم و البته در این دو سازمان با هم همکاری‌های در مراسم افتتاحیه در پارلمان و کارهای مشابه دیگه‌ای با هم داشتیم. ولی فراتر از اون خیلی تعامل نداشتیم، چون بیشتر تمرکز من و قالب کار من در سطح ملی و در حوزه انتخابیه آکسبریجه. ولی خب خیلی دوست دارم که این تعامل رو توسعه بدم. به عنوان نایب رئیس اتحادیه سراسری دانشجویان کشور، نهادی که به طور سنتی در این حوزه سیاست فعال بوده، یعنی سیاست منطقه‌ای، خاورمیانه و فعالیت‌های ضد نژادپرستی. بله، یعنی شما به طور اجتناب ناپذیر درگیر این قبال مسائل و مباحث بودید. دقیقاً درسته. Supported the causes of human rights and جناح چپ حزب کارگر به طور سنتی حامی نهضت‌های حقوق بشری و حقوق ملت‌های دیگر به ویژه فلسطینی‌ها بوده. به نظر شما حالا که چپ‌ها سردمدار حزب کارگر هستند، آیا این مسائل خصوصاً مناقشه بین فلسطین و اسرائیل ممکنه بیشتر از همیشه مطرح بشه و ممکنه تا حدی باعث اصطکاک در درون حزب بشه؟ It's going to come to the fore more often than before and may cause some friction within the party. The Labour Party is an internationalist party. Always has been. Always will be. به نظر من حزب کارگر همیشه یه حزب با رویکردی جهانگرایانه بوده و هست و خواهد ماند. دیدگاه ما در این حزب حمایت از حقوق بشره و حصول اطمینان از اینکه همه به مردم سالاری و آزادی بیان دسترسی دارند و اینها مسائلی بسیار مهم از نظر حزبه. یقینا حزب کارگر خیلی با انرژی پیگیر مسائل حقوق بشری در سراسر دنیا هست و این محدود به فلسطین نمیشه که خیلی ها فقط به این اشاره میکنن چون بحث رایج اینه. ولی مثلا از یمن و سوریه گرفته تا اویغورهای چین و بحران مردم روهینگیای میانمار که چند وقت پیش در موردش بحث شد، اینا همه بحرانهایی هستند که من در موردشون خیلی حساس هستم. تا زمانی که مردم روهینگیا در میانمار یا اویغورها در چین درگیر و گرفتار هستند، من هیچ وقت نسبت به فعالیت حزبم به طور کامل راضی نخواهم بود. بنابراین ما به مبارزمون برای برجسته کردن مشکلات اونها ادامه میدیم. اگه میگید که این مسائل بیشتر از سابق در صدر مباحث حزب هستند، خب این عالیه. یعنی ما اگه بتونیم توجه بیشتری رو به این بحران‌های بین‌المللی جلب کنیم. البته سوال من این بود که اگر فضا الان اینطوره، آیا مسائلی از این دست باعث افزایش تنش درون حزبی میشه یا نه؟ مثلا بین جنبش یهودی حزب کارگر و بقیه گروه‌های داخلی حزب که حامی فلسطین هستند. نه، چون من فکر میکنم این کلن تصویر نادرستیه. اینجوری نیست که مسئله فلسطین یا فعالیت در حمایت از اون با جنبش یهودی حزب در تقابل باشه. در واقع این یه مسئله حقوق بشریه و بحث در مورد پیدا کردن یه راه حل برای اونه. همش برمیگرده به شیوه تعامل و گفتار ما با همدیگه و به نظر من بخشی از گفتمان این نسل جدید ما که وارد سیاست میشیم اینه که ما میتونیم به روشهای بهتری با هم در مسائل سیاسی تضارب آرا داشته باشیم و این تعامل بر پایه تنش نیست، بلکه بر پایه گفتار.
گفتگوست. میدونید اگه ما بتونیم مسائل حساس رو به گفتگو بذاریم، اون وقت مردم هم میفهمند و میتونیم به راه حل‌های دوستانه برسیم. من البته میدونم که اگه داخل حزب وارد مباحثی مثل مسئله فلسطین و بقیه مشکلات حقوق بشری بشیم، تنش هم طبیعتاً اجتناب ناپذیر خواهد بود. شما رئیس شبکه مسلمانان حزب کارگر هم هستید؟ من البته رئیسش نیستم، یکی از اعضای کمیته اجرایی هستم. آها، عضو کمیته اجرایی. این شبکه در داخل حزب، درسته؟ بله درسته. کار این شبکه چیه؟ شبکه مسلمانان حزب کارگر با هدف انعکاس دیدگاه‌ها و منافع مسلمانان درون خود حزب تأسیس شد. تشخیص زمان و شرایطی که در اون هستیم، ظهور اسلام حراسی و همچنین بعضی مشکلاتی که مسلمانان به طور خاص در جامعه با اونها درگیر هستند. شبکه مسلمانان حزب کارگر هدفش روشنسازی در خصوص این مسائل، ورود به برخی مباحث سیاسی درون حزبی و کمک به موفقیت حزب در عضوگیری در بین مسلمانان و جلب مشارکت اونها در انتخابات. یعنی ما کارهای زیادی برای پیشبرد منافع مسلمانان در درون حزب کارگر و در مقیاس بزرگتر در جامعه بریتانیا انجام میدیم. ولی اگه هدف حزب کارگر برابری و عدالت اجتماعیه، چرا دیگه نیاز به تشکیل یک جنبش مشابه ولی با محوریت دین درون حزب هست؟ مثلا شبکه مسلمانان یا جنبش یهودیان. دلیلش اینه که این اعضا یک سری منافع مشخص برای پیگیری دارند. مثلا مشکل اسلام حراسی در جامعه و اغلب در فضای سیاسی یک مسئله کاملا مخصوص و مرتبط به مسلمانانه و اونا خیلی بیشتر از بقیه همکاران تجربیات خاص خودشون رو در این زمینه دارن. بنابراین شبکه مسلمانان حزب و یا جنبش یهودیان حزب میتونن این مسائل و منافع بسیار خاص رو پیگیری کنن. البته همزمان ما پیرو اهداف و چشم‌انداز کلی حزب کارگر هستیم. حزب این اجازه رو میده که نهادهای درونیش با افراد در خصوص مسائلی که مشخصا به اونها مربوط میشه گفتگو داشته باشن. در سالهای اخیر دانشجویان مسلمان خیلی در حوزه سیاست و خصوصا در دانشگاه‌ها و در قالب اتحادیه‌های دانشجویی فعال بودند. فکر میکنم تو یکی از این مصاحباتون گفته بودید که شمار دانشجویان مسلمانی که در انجمنهای صنفی دانشگاه‌های بریتانیا فعالند از زیر 12 نفر در سال 2010 به 62 نفر در سال 2017 رسیده، که قاعدتا الان این رقم باید بیشتر هم شده باشه. به نظرتون دانشجویان مسلمان چرا بیشتر از گذشته وارد سیاست میشن؟ چون ورود به سیاست دیگه یه انتخاب نیست. مثلا برای شخص من ورود به سیاست بیشتر حالت تکلیف داشت تا انتخاب، یه نیاز بود. به نظرم دانشجویان مسلمان در سراسر کشور میگن که چالش‌هایی وجود داره که جامعه مسلمانان انگلستان مشخصا با اون روبرو هستند و به نمونه‌هایی هم اشاره می‌کنند، مثل حادثه کرایست چرچ و حمله پارک فینزبری که اخیراً اتفاق افتاد. اینا البته نمونه‌های افراطی هستند، ولی نکته اینه که ما خیلی زودتر و به دفعات به جامعه در خصوص بروز چنین اتفاقاتی هشدار داده بودیم، ولی هیچ کس توجه نکرد. شروع این حملات و حوادثی از این قبیل لزوماً تیراندازی و یا حمله با یک ماشین به داخل جمعیت نیست. این حملات از کلمات شروع میشن، از سرتیترهای خبری که مثلا میگن از هر 5 مسلمان یک نفر هوادار تندروهای جهادی هستند. ریشه حملات از اونجا رشد میکنه و با تفکرات افراطی تر اسلام حراسانه و نجات پرستانه که مسلمانان این کشور باهاش درگیر هستند ترکیب میشه. ما نه تنها در همه عرصه‌های عمومی و مصاحبه ها و هر جا که بتونیم با این مسائل مبارزه میکنیم، بلکه افرادی که به عنوان سیاستمدار این تفکرات افراطی رو رهبری میکنن رو به مبارزه میطلبیم و بهشون میگیم که حتما شکستتون میدیم و شما رو به قعر تاریخ میفرستیم. علی، مادر تو رو وقتی که 5 سالت بود به این کشور آورد. حالا 25 سال سن داری، درسته؟ 24 سالمه، نزدیک به 25. 24 سال. و حالا نایب رئیس اتحادیه سراسری دانشجویان کشور و عضو شورای شهر هستید و از داخل حزب کارگر برای نامزدی در انتخابات پارلمانی تایید شدی. البته بعضی وقتا به خودم میگم نکنه واقعیت نداره. بله، و ممکنه نماینده مجلس هم بشی. خب چی به شما این انگیزه رو داد که این مسیر طولانی رو طی بکنید؟
ببینید، برای من انگیزه اصلی قبل از همه چی گروه اجتماعی من بود. منظورم جامعه مسلمانان نیست، بلکه جامعه در مقیاس بزرگترش. از همون سنین پایین فکر می‌کنم همون وقت که شهریه‌های دانشگاه سه برابر شد، حدود سال 2010 بود که در مدرسه اعتصاب کردیم و به طرف میدان پارلمان راهپیمایی کردیم. یادم جمعیت انبوه معترض اطراف رو که هزاران نفر بودن نگاه می‌کردم. برگشتم به دوستم گفتم امکان نداره ماها رو نادیده بگیرن. امکان نداره دیوید کامرون، نیک کلگ و بقیه به این اعتراض‌ها توجه نکنن. جمعیت رو ببین، مگه میشه کاری برای ما نکنن؟ ما رفتیم خونه و بعد از دو هفته دیدیم دولت دقیقاً همون کاری رو که ما خواسته بودیم عکسش رو انجام داد. اونجا بود که شکاف و فاصله بین مردم عادی مثل خودم و سردمداران قدرت رو حس کردم. به خودم میگفتم ببین، این پارلمان اسمش مجلس عوامه و باید همه ماها رو نمایندگی کنه. فکر کنم بخشی از انگیزه من همینجا شکل گرفت. اینکه چنین فاصله بین مردم و سیاستمداران درست نیست. افرادی مثل خود من باید بتونن به مجلس راه پیدا کنن. اعضای گروه اجتماعی ما، خانواده ما، دوستان ما و خانواده‌هاشون و همچنین دوستانشون همه باید کسی رو در مجلس عوام داشته باشن که ازشون دفاع کنه. نباید اجازه بدیم که بوریس جانسون های دنیای امروز همه کاره بشن. نذاریم وقتی یه پدر نخست وزیر هست، لزوماً پسرش هم رئیس دانشگاه و دخترش نماینده پارلمان بشه. نظام سیاسی نباید اینجوری باشه. نظام سیاسی باید اساره و برخواسته از کلیت مردم باشه. نسل من نسلیه که مشکلاتی مثل بحران یونیورسال کردیت و سه برابر شدن شهریه‌ها رو تجربه کرده. ضعف مدیریت در حادثه آتش‌سوزی برج گرنفل رو دیده. رسوایی وینراش رو شنیده و برگزیت رو لمس کرده. تمام این مسائلی که با ما عجین شده. این مشکلات به ما میگن که مسئولیت داریم که به سیاست ورود کنیم. رسیدن به این نقطه برای شما تا چه حد سخت یا راحت بوده؟ خیلی سخت، خیلی خیلی سخت بوده. به نظرم چالش‌ها، خب حرف‌های خوبی زده میشه. اغلب در مورد اینکه من به عنوان یک جوان وارد سیاست و حزب کارگر شدم و در خصوص دیدگاهی که ازش دفاع می‌کنم و تحولاتی که می‌خوام ایجاد کنم. در این زمینه بازخوردهای قشنگی می‌بینم. خیلی واکنش‌های خوب و مثبتی هست. ولی به این نقطه رسیدن خیلی کار و تلاش سنگین می‌خواد و بخش عمده این رو من انجام ندادم، بلکه کنشگرانی که در عرصه عمل و تبلیغ هستند، اونایی که در خونه‌ها رو می‌زنن، بروشورها رو توزیع می‌کنند، افرادی که به چشم‌اندازی متفاوت برای این کشور اعتقاد عمیق دارن، بخش عمده این موفقیت رو مدیون اونها هستم و من از نهایت انرژی و انگیزه اونها بهره می‌گیرم. اگه بتونیم بوریس جانسون رو از نمایندگی مجلس کنار بذاریم، بی‌تردید این موفقیت متعلق به اونها خواهد بود. وقتی به جامعه بریتانیا امروز و به خصوص نظام سیاسی اون نگاه کنیم، خب متوجه میشیم که مثلا یک فرد مسلمان پست مهم و قدرتمندی مثل شهرداری لندن رو در اختیار داره، یکی از اعضای کابینه مسلمونه و خیلی مقام‌های دیگه‌ای در عرصه سیاست رو مسلمانو دارن. به نظر شما نظام سیاسی بریتانیا نسبت به گذشته پذیراتر شده؟ اگه به تاریخ نگاه کنیم، بله، بدون تردید درسته، فراگیرتر و پذیراتر شده. به صورت کلی در این زمینه روی مدار پیشرفت هستیم، ولی در سالهای اخیر و از زمان برگزیت مشخصا شاهد گسترش نژادپرستی و افزایش آمار جرایم ناشی از نفرت نه فقط علیه مسلمانان بلکه دیگران هم بودیم. هنوز همین که من یک جوان مسلمان مهاجر هستم که پا در عرصه سیاست بریتانیا میذاره، یک چالش محسوب میشه و غالبا مطبوعات ضد من و امثال من بدون اینکه احساس مسئولیتی بکنن مطالبی می نویسن. مسئله اینه که مسلمان بودن بخشی از هویت منه، ولی اینکه من وارد سیاست شدم برای این نیست که نماینده مسلمانان باشم، بلکه میخوام نماینده مردم منطقه خودم، یعنی آکسبریج باشم. به دلیل همین نابرابری در سبک زندگیه که من میخوام نماینده همه اون مردم باشم، جوانایی که در سراسر کشور بهشون گفته میشه که بله، شما باید وارد سیاست بشید، ولی فقط یکم و نه در سطوح بالا. همه اون مهاجرانی که بهشون گفته میشه که در این جامعه جایی ندارن. من اومدم که از اونا دفاع کنم و بهشون بگم نه، شما خیلی به این جامعه کمک کردید. شما بخشی از ساختار جامعه بریتانیا هستید. بنابراین هویت من بیشتر از یه چیزه. مسلمان بودم و هویت من ترکیبی از همه افرادی که دیدمشون، اساتیدی که به من درس دادن، همه افراد بی‌نظیری که بخشی از این جامعه هستند و من اومدم که نماینده اونا باشم. همطور که گفتم، نماینده های حزب کارگر به صورت سنتی از آرمان های حقوق بشری در کشورهای مختلف دفاع کردند. اگه شما به عنوان نماینده مجلس انتخاب بشید، ممکنه که مثلا کنشگران حقوق بشری از ایران یا ایرانیانی که اینجا فعال هستند هم به شما برای جلب حمایت مراجعه کنند. پاسخ شما به اونا چیه؟ We support human rights.
ما حامی حقوق بشر در سرتاسر دنیا هستیم. بنابراین بازم میگم این مختص به یک نقطه خاص از دنیا نیست. تا اونجایی که حزب کارگر بتونه، ما از حقوق بشر در منطقه و سراسر دنیا دفاع خواهیم کرد. بنابراین واکنش من به افرادی که در این زمینه مراجعه میکنن، اول گوش کردن به اونهاست، برخلاف سیاستمدارای ما که بیشتر حرف میزنن تا گوش کنن. بنابراین قدم اول گوش کردن به اونها و شنیدن دغدغه هاشونه و در قدم بعدی هر چیزی که از دستم بر بیاد که بتونه وضعیت حقوق بشر رو در اون منطقه خاص و در کل دنیا به صورت کلی ارتقا بده براشون انجام میدم. اگه بتونم این کارو بکنم، بعدش به عنوان وظیفه نمایندگی خودم تلاشم رو برای تصویب اقدامات بعدی و دفاع از اونا به کار میگیرم. وقت ما داره تموم میشه و سوال آخر رو مطرح میکنم. اگه بتونید خیلی کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم. شما دوست دارید که حزب کارگر چه نوع سیاست خارجی رو مشخصا در قبال ایران دنبال کنه؟ این که گفتگو محور باشه. به نظرم مشکلی که ما داریم اینه که اغلب همه چی اول با تنش و نزاع شروع میشه، بعد وارد مذاکره میشیم. چه اتفاق بزرگی میفته اگه ما یه بارم که شده با گفتگو شروع کنیم و ببینیم بعدش چی میشه. از نظر من ما اول باید با گفتگو و با در نظر گرفتن منافع حقوق بشری شروع کنیم و بعد قدم‌های بعدی رو برداریم. آقای علی میلانی، سپاسگزارم که مهمان برنامه به عبارت دیگر. خواهش میکنم. سپاس از شما.